سلام، 17 صبح پاییزیتون پر از خیر و برکت. تازه ترین اخبار کانال های ارتباطی امروز بیشتر به صفحات شخصی مسئولین مربوط میشه و برای همین جذابیتش بیشتر از روزهای دیگه است. اولین خبر توییتری که امروز همه کاربرای توییتری رو وادار به واکنش و تحسین کرده، صفحه منتسب به مقام معظم رهبریه که با یه توییت نظر همه کاربرا رو به خودش جلب کرده، وقتی که به مسئولین هشدار داده که نذارید موانع جلوی پای جوونا باقی بمونه، من هم هر کاری که بخوام لازم باشه در این خصوص انجام میدم برای کمک به اینها. باعث شده که این صدای مقام معظم رهبری که مربوط میشه به صحبتهاشون که توی نمایشگاه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری برتر که دیروز توی مصلای امام خمینی برگزار شده بود شنیده بشه و حسابی هم پسندیده بشه. جناب عالی که الحمدلله خودتون جوانید، خودتون نخبه اید، تو دولت هم هستید، جای برتری هم در دولت دارید، به نظر من نگذارید این موانع جلو پای این جوونا باقی بمونه. هر چی میتونید تلاش کنید، منم هر کار بخواهید در کمک رو ما میکنم. آخرین توییتی که توی صفحه توییتری منتسب به مقام معظم رهبری هست تا حالا هزاران بار لایک خورده و 264 بار هم ریتوییت شده. اما یه توییت دیگه هم توی همین صفحه خیلی مورد توجه قرار گرفته و پسندیده شده، وقتی که نوشتن که این نمایشگاه، نمایشگاه ایران ساخت، همون شرکت‌های نوبنیان و فناوری‌های برتر ایران رو با هشتگ ایران ساخت بیشتر بولدش کردن و اشاره کردن که کار اساسی و بنیانی برای بهره‌گیری از انگیزه ها و توانهای بالا باید جدن دنبال بشه و این مهمترین وظیفه مسئولان دولتی است. این توییت هم از اون توییت هاست که حسابی کامنت خور داشته و نظر مردم رو به هشدار مقام معظم رهبری به مسئولان بیشتر از قبل جلب کرده. اما بریم سراغ صفحه بعدی که یه خبر خوب بهمون داده. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه، در توییتی با انتشار تصویر نامه 10 روز پیش خودش در مورد صدور دستور پرداخت مطالبات حق و تدریسی معلما برای سال 97 نوشته که از ابتدای سال همکارام در تلاش بودن و ما سعی داشتیم که منابع رو برای پرداخت مطالبات معلما تامین کنیم. خدا رو شکر بالاخره پس از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان 10 روز پیش 3700 میلیارد ریال اعتبار رو برای این امر فراهم کردیم و دستور تخصیص 100%ش رو هم به خزانه صادر کردیم. این هم یکی از توییت های خوبی بوده که امروز آقای نوبخت تو صفحه شخصی خودش منتشر کرده و خبر خوب رو به گوش معلم ها رسونده. سر میزنیم به صفحه شخصی وزیر ارتباطات آقای جهرومی. آقای جهرومی هم یه خبر خوب داده از آمدن 5G. گفته که جوانهای ما همیشه بهترین ها رو رقم میزنن. به مرکز تحقیقات مخابرات گفتن با همکاری دانشگاه ها توسعه فناوری خودروی بدون راننده هوشمند رو پیش ببرن. در هوش مصنوعی و دانش کلان داده ها چیزی کم نداریم، حالا وقت ساخت محصوله. تا آمدن 5G هم زمان زیادی باقی نمونده. اینم یه توییت خوب و مسرت بخش از وزیر ارتباطاتمون. یه خبر دیگه هم که امروز تو صفحات توییتری نظر کاربرا رو جلب کرده، مال معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری آقای پرویز اسماعیلی هستش که خبر داده که رئیس جمهور قراره که 22 مهر ما نشست خبری داشته باشه، که این خبر از همین الان داره کامنت میخوره. البته من کامنتاشو نمیخونم، میذارم برای کنترل هشتگ که خانم سلیمانی همکارم با جزئیات بیشتری براتون بخونه. اما حالا میخوام یه ویدیو پربازدید، جذاب، دیدنی و شنیدنی بهتون نشون بدم، وقتی که ایرانی ها، زائران ایرانی برای تشکر از موکبداران کربلا به زبان خودشون، یعنی به زبان عربی، ازشون تشکر میکنن که مورد توجه کاربرا قرار گرفته و به فضای توییتری هم راه پیدا کرد. بل قدرتم بل قدرتم كل الزوار جزاكم ربكم خيرا ونلتم
ما قدمتم فضلا يفوق العقل والفكر بعين الله أنفقتم له يا شيعة الزهرة هي الحوراء تجزيكم وتعطيكم غدا أجرا مجئناكم لم ننساكم نعم الأطياب في مسعاكم واسيناكم خير الأحباب خير الأحباب يا أهل شكرا يا خدام الحسين يلكم والله أجرا يا خدام الحسين قد وفيتم مذ وسيتم أنت المختار ما قصرتم. آرزو میکنم لحظات خوبی پیش رو داشته باشید، همچنان ما رو همراهی بفرمایید.